اینه که من و شما یه توضیحی رو در مورد برنامه اونجا می نویسیم، خیلی هم کمرنگ هست و به ما میگه که این خط داره چی کار میکنه. خب حالا بهتر اگه میتونستیم توضیح بدیم، میشه پرینت پرامپت. پرامپت یا اعلانی رو نمایش میده به کاربر. کاری که این داره انجام میده، یه موقع از بعضی بخشای برنامه حقیقتا پیچیده هستن و بدون این توضیحات بعدا نمیشه سر در آورد که این چی کار داره میکنه. برای این هم میتونیم یه کامنت بزنیم، چجوری؟ declares an integer variable named n، به اسم n شناخته میشه، یک متغیر صحیحی رو داره تعریف میکنه که اسمش هم n. توضیحه. میتونید جلوی اینا و جای دیگه کامنت هایی رو بنویسید. خب میخوایم الان از این کاربر بگیریم این عدد رو. دستور برعکس printf، printf ما محتوا رو به کاربر ارائه میکنیم، میخوایم از کاربر محتوا بگیریم، scanf هست. خب scanf چه چیزی رو میخوایم بگیریم؟ اول اینو باید مشخص کنیم در چه قالبی. یه استرینگه، فعلا اینو در این حد قبول داشته باشید که میگیم یه دیجیت میخوایم بگیریم، یه چیزی که عددیه. درصد اینم یه مادیفایره، هیچ معنی چیزی نداره، فرمت اسپسیفایر هست، نشون میده که از نوع دیجیت. اینجوری میخونیم با فرمت دیجیت، میگیم اینو میخوایم، یعنی همچین چیزی میخوایم از کاربر بگیریم. اما میخوایم کجا ذخیرش کنیم، اینم باید بگیم. کجا ذخیرش میکنیم؟ اینو که داره، میدونیم به جای n باید این ذخیره بشه، یعنی اون عدد اون بالا هست، نمیدونیم مقدارش چی بود. کاربره با ورودی که میده اونو پر میکنه تو حافظه، فضا هم براش در نظر گرفته شد. متا باید اشاره کنیم به جایی که این تو حافظه قرار گرفته. خود n کافی نیست. این علامت امپرسنت هست. درسته؟ این علامتی که اینجا هست اصطلاحا بهش میگن امپرسنت. خب حالا برای مقاصد مختلف استفاده میشه. یکی از موارد استفادهش در زبان سی به خاطر اینکه این با A شروع میشه، اسمش به معنای ادرس هست، یعنی آدرس قرارگیری این N در این حافظه. تمام شد. یعنی جالبه، میگه که scanf یعنی ورودی بگیر از کاربر به صورت عدد و اینها رو در حافظه در محلی که این قرار گرفته، در اون آدرسی که، در اون نشانی که این قرار گرفته ذخیره کن. تمام. ورودی رو به شکل عدد تفسیرش کن، این خیلی مهمه، یعنی فرمت رو داره نشون میده. این افایی هم که تو این پرینتف و اینا هست بیشتر به خاطر همچین چیزاییه. ما بعدا خواهیم دید که از این تو پرینتف هم استفاده میشه، همین الان میخواییم استفاده کنیم. خب این از این، الان این ورودی رو میگیره میرزه داخل این. حالا میخوایم بگیم که شما این عدد رو وارد کردید و مثلا بعدا میشه گفت این عدد عدد زوجیه، عدد اول هست نیست، یا مثلا فرض کنید توان دوم این عدد اینه، ریشش اینه و این خیلی چیزای دیگه میشه در موردش نوشت. خب میخوایم اینو الان انجام بدیم. printf فعلا به اسم شما این عدد وارد کردید. printf پیغام میخوایم بدیم دیگه، میگیم که اولا یه خط فاصله میتونیم بدیم، قبلش اصلا یه printf جدید رو ما ایجاد کنیم، یه خط فاصله بدیم، پایینش بنویسیم you have entered this number، شما این عدد رو وارد کردید. میخوام عدد رو بنویسیم، عدده باز با فرمت دیجیت، با فرمت عدد نشون داده میشه. اما چه عددی؟ میگیم n. اینجا دیگه خبری از آدرس و اینا نیست. چرا؟ برای اینکه ما مقدارش رو لازم داریم، نمیخوام که تغییرش بدیم. اینجا چون میخواستیم علاوه بر مقدارش، یعنی میخواستیم دسترسی داشته باشیم که بریم کجاست، بریم مقدارش رو ست کنیم، به این دلیله که در واقع این scanf آدرس رو لازم داره، ولی printf نه، لازم نداره، چون مقدارش رو لازم، نمیخوایم تغییر بدیم. موقع نوشتن در یه متغیر باید بدونیم کجا ذخیره شد، اما موقع خوندنش نه دیگه، مقدارش رو داریم.